دم. میخوای یه کات بدیم رضا؟ نه 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 کات ندیم بگیم. نه نه یه لحظه. نه نه جون من کات ندیم بگین دیگه. مردم معمولی. سلام علیکم. سلام. احوال شما چطوره؟ احوال شما خوبی؟ مرسی. ما به همه میگیم خودشون معرفی کنن، به شما که دیگه نمیگیم اینو. چرا؟ نه بابا خود دیگه همه شما رو میشناسن. نه دیگه، البته چرا، جوونا الان میشناسن ولی بچه ها اگه ببینن نمیشناسن. نمیشناسن بچه ها؟ نه. بس میخواییم برای بچه ها خودتون معرفی کنیم. لیلی رشیدی. اگه بازیگر نمیشدین فکر میکنین چیکار میشدین؟ وکالت. دنیا داره به ما میگه کشور عقب مونده. چرا جناب رئیس؟ به خاطر لجبازی این آقا. همین، برای اینکه این آقا نمیخواد بذاره که خانمش مسافرت کنه. فکر کنم اولین کار جدی که من کردم، فکر کنم 16 17 سالم بود که توی دلشدگان کار آقای حاتمی نقش کوچیک بازی کردم. اگه دیر برگردی گلچهره رو میزنم زیر بغلم میرم خونه حاجی بابا. نه نه دیگه نمیره خونه صغرا. آبجی بچه‌هاش بزرگ شدن. در اومدن عذابه. گلچهره دلش از برگ گله. نکنه آقا فرج انقدر دیر بیاد بچه‌م از دوری باباش تلف بشه. به سق سیاد زبون تو گاز بگیر. و بعد تئاتر پیروزی در شیکاگو که کارگردانش پدرم بود و فکر میکنم شاید اولین مواجه هم با شناخته شدن قصه های تابه تا بوده. دوست دارین شما رو به کدوم نقشتون بشناسن تو این کارهایی که کردین؟ جواب سوالتون رو اینطوری میدم. دوست دارم کارهایی رو که انجام میدم مردم ببینن و دوست داشته باشن و تو ذهنشون بمونه. ای کاش وسوسه این پول مفتا اصلا به جون ما نیفتاده بود. ای کاش تو اینجوری محکم رو میز نمیکوبیدی. حالا فردا صبح که خالتون تیک 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 اومدن دفتر مجله و با آقای کابوسی توک 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 رفتن نمیدونم تعاونی چی میفهمی من چی میگم؟ چرا انقدر دوست دارین برای همه چیز با فال تصمیم بگیرید؟ توی فیلمه. در چی میگن؟ در این برنامه است. ای بابا. آی. دستت. الان شیرین جان چی شد که تصمیم گرفتی برای من فال بگیری؟ باورت میشه رومینا که فال آدمو جذب میکنه؟ من اونجا نشسته بودم ولی لیوان تو از اینجا به من چشمک میزد. اون وقت مطمئنی که با هات شاکلت میشه فال گرفت؟ آدم اگه بلد باشه فال بگیره با گلگاف زبونم میتونه فال بگیره. حالا بذار ببینم چی میبینم. به به، یک بخت بلند میبینم. واقعا؟ آره؟ ببینم بابا اینا بخت بلند کن. ولی خب اینا ها دیگه تیکه کلام نقشتون چیه؟ شاید یه خوره ای مثلا از بردیا یه جاهایی بدش میاد میگه وای تو چقدر بد و کوفتی. بردیا من خیلی از تو بدم میاد، خیلی بدم میاد. اصلا اینقدر تو کوفتی هستی، تو اینقدر کوفتی و گوشتلخ هستی که اصلا کسی با دوست نمیشه. کوفتی بدفاز. به غیر از نقش خودتون کدوم نقش دوست دارین؟ تو گفتیم به غیر از نقش خوده. خودتونو که دوست دارین، همه خودشونو دوست دارن. همه‌شون رو دوست دارم. شما می‌خواید منو امروز دعوا بندازین با یکی‌ها؟ همه رو دوست دارم. همه رو دوست دارم. بله. یعنی کسی نمی‌بینید که مثلا اونو بیشتر دوست؟ من همه رو دوست دارم. پس اینم قاعدتاً نپرسم که پشت صحنه با کی بیشتر دوستی. واقعاً این کار یکی از خوبیاش، اتفاقاً اینو بپرسین، یکی از خوبیاش اینه که خیلی همه با هم دوستیم و خوبی. بگو یه بازی بکنیم. بازی کنیم؟ واقعی؟ کانکت بلدی؟ نه، بیا چیز، آخره حرف، آخره حرفی، شخصیت با آخره. مثلا آلندلون نبه. آلندلون هر چی شخصیت معروف نهونی واتس نهونی واتس زبک استخر میده اگر آب رفته تو دباغم صدات هم اصلا اینکه آب رفت. آره خسرو که میاد شروع میکنه به رقصیدن ما باش که دست میزنیم اینا همه کلا ولی اول چی خوره لازم اگه ببین چقدر شنگ میشه؟ بچه تکون نخورین، همینطوری بمونین، من میام براتون دونه دونه فال آرد میگیرم. این دکتر رو باشه تو آشنا داری ببرید. برای من کار کردن با رامبو جذاب بود و وسوسه کنم. کار کردن با رامبو چه ویژگی هایی داره؟ خب رامبو واقعا خوش اخلاقه، اولین چیز. واقعا خوش اخلاقه، واقعا دلش میخواد به چیزی که در ذهنشه برسه، پر
انرژی و پرتلاشه. فکر کنم رامبد اینطوری جا نمیزنه، عقب نمیره. آقای رامبد جوان نوع کمدی خاصی دارن، کسایی کارگردان های دیگمون هم که کمدی میسازن نوع خاص کمدی خودشونو دارن. میشه دستبندی خوب و بد کرد براش؟ نه، خوب و بد نیست. من چه کودکی غم انگیزی داشتم، خیلی غم انگیز بود بچه ها. من هر روز صبح مجبور بودم وای خدا ساعت 6 صبح از خواب باشم. خب دیگه بچه از این غم انگیزتر و گفتی تر چی؟ آتیلا پسیانی خیلی دوستشون دارم، یک حرفه‌ای واقعی هستن تو این کار و خیلی دوستشون دارم دیگه. خیلی رامبد جوان، رامبدم همه رو حالا دوستم دارم. رامبد پر از تلاش و انرژی. امیر نوروزی باحال و خوب و همراه و همه خوبن. نپرسم یه سختتونه ها، خیلی بد جواب میدم این سوالا رو، ببخشید. لیلی رشیدی، ای وای من که راجع به خودم نمیتونم بگم. چرا؟ نه من راجع به حس خودتون رو به خودتون بگید. ای خدا من نمیگم حس خودم با خودم. چی بگم؟ بعضی وقتا لجم میگیره از خودم، بعضی وقتا سرزنش میکنم خودم، بعضی وقتا خوشحالم از خودم. واقعا آرزو دارم که مردم، خب طبیعتا مردم کشورم، امید داشته باشن. آرزو میکنم که امیدوار باشن جوانامون. آرزو میکنم که آینده خوبی رو تصور کنن جلوشون و بهش برسن. آرزو میکنم آرامش داشته باشن، خوشحال باشن و بدترین چیزی ناامیدیه. دلم میخواد مردم کشورم امیدوار باشن، یعنی یه چیزی بشه که امیدوار بشیم، نه امید علکی، ولی حقمونه که امیدوار باشیم. مردم معمولی رو ببینید، میبینن دیگه.